بر باد رفت و 1000 میلیارد دلار ما خسارت وارد اومد. مسائلی که دارم براتون توضیح میدم مسائل تاریخی است، مسائل عقیدتی نیست. تمام اینهایی که خدمتتون عرض کردم عین واقعیتی که بر ما اتفاق افتاده. حال تو هموطن کجا قرار گرفتی؟ آیا میخوای بشنوی و میخوای این صحبت ها رو ضبط کنی و دوستان یاد بدی؟ دست خودت. ما میتونیم به عنوان ملت ایران برابر چنین حرکت هایی بایستیم، از یک سو برابر حکومت اسلامی، از طرف دیگه برابر جهان که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم و جنگ هم نمیخوایم. اگر این حکومت وارد جنگ شد مشکل ما نیست، شما اینو آوردی و ما رو به این جنگ کشوندی. مردم ایران اگر متوقف بشن، سکوت بکنن، نظارگر بمونن، سیاه ترین روزها رو خواهند دید. من اینو پشت سر هم دارم برای شما توضیح میدم تا شما آگاه تر وارد این میدان بشید و بدونید که چه خبره. حکومت اسلامی اگر بخواد با شرایطی که به وجود میارن براش وارد جنگش بکنن، هم حکومت اسلامی و طرفداران و مزدوران و تروریستاش نابود خواهند شد و هم ملت ایران، بخشی از ملت ایران، چون اینها میان به مراکز ما صدمه وارد بکنه. اونجاست که منافع کشور ما دیگه با آمریکا و مردم ایران و مردم آمریکا دیگه در یک تراز قرار نمیگیره و من این رو دارم خدمتتون عرض میکنم. پس بنابراین تا زمانی که ما میتونیم جلوی برخوردهای نظامی رو بگیریم میبایست دست به دست هم بدیم، هم بستگی به وجود بیاریم. ازتون درخواست دارم در کنار هم بایستید. تمام این اطلاعاتی که خدمتون عرض کردم متعلق است به کشور ایران، مردم ایران و تاریخ کشورم، که اگر به قول معروفی یک روزی سرم رو گذاشتم و رفتم، خیالم راحت باشه که آنچه را که میدونستم و میتونستم چه گفتم چه انجام دادم. بقیه این داستان به دست شماست. شما هستید که باید بپیوندید، شما هستید که باید در کنار هم قرار بگیرید. من در آینده نچندان دور شکست اقتصادی حکومت اسلامی رو بیش از پیش خواهید دید. این روزگاری که امروز دارید حتی سپری میکنید هیچ برابر اون روزگاری که در آینده نچندان دور در ماهای آینده خواهید دید. فقط صحبت بر سر آزادی ملت ایران نیست یا رفتن حکومت اسلامی، وضعیت اقتصادیه که در خاورمیانه و همچنین در آسیا و در جهان به وجود میاد. مردم دانا و متحد شکست